من هست ما رو همراه باشین تا ساعت 9 و تشکری میکنم از موسی جان با مهمانشان که صحبت های خیلی خوبی داشتن. ارزمند هست برای شما هم مفید تمام شده باشه و در این بخش برنامه هم من مهماندار هستم. موضوع خیلی خوب رو انتخاب کردیم، دختر خانمایی که تازه مادر میشن که نمیدونن از طرفشان چگونه مراقبت بکنن و شیردیر دربارش نمیفهمن. خوب است که بیننده برنامه امروزی ما باشن. موضوع بسیار خوب رو انتخاب کردیم. دکتر صاحب نجم الصفا شفاجو هستن، نسای ولادی، در رابطه با شیردهی مادران صحبت های می داشته باشیم که چگونه بتونن طفلشون شید بتن وقتی که طفل دار میشن نمیدونن که چگونه انار از اونها مراقبت داشته باشن و همین کتاب طفلشان به دنیا آمد امور شیر خوش میتن میگن باش که من به خاطر راحتی خودم که من شب بتونم راحت بخوابم اصلا متوجه طفلشان نیستم. به خاطر این موضوع رو انتخاب کردیم. خوب است که شما هم ما رو همراه باشید. دکتر صاحب صبح شما بخیر، خیلی خوش آمدید به برنامه ما. سلام و رحمت الله، تشکر، زنده باشید. شما سلامت باشید. دکتر صاحب موضوعم که یاد کردم شیردهی است که مادرایی که طفل دار هستن و نمیفهمن که چگونه طفلشان شیر بدن و اینکه عمو طریق شیردهی رو یاد ندارن و همچون اینکه طفل دار میشن تازه طفلشان به دنیا میاد گوش میکنه که شیر خوش برشان بدن. بعضی از خانم ها برشان میگه که همین طفلت که دنیا ما چیر خوش برده که خود راحت باشه. این میتونه مفید باشه دکتر صاحب طفلا یا خیر؟ زنده باشین. به خاطر که موضوع شیردهی موضوع بسیار مهم است هم به مادر و هم به نوزادش، روی امی ملحوظ ما از طریق رسانه های مختلف اکیدن تاکید میکنیم که اهمیت شیر مادر برای مادرها و برای فامیلا آگاهی بتیم تا ایره سرسری نگیرن، بسیار گپ عادی نگیرن و با شیر خود طفلای خود تغذیه بکنن. به خاطر که شیر مادر شیر است که کمیاب است و هیچ چیز برابری کردن نمیتونه با شیر مادر، ولو که قیمتی ترین شیر خشک یا شیرهای مصنوعی را مقایسه بکنیم با شیر مادر، با شیر مادر همسری کردن نمیتونه و هیچ کس هم جور کدش تا نتونسته و محبت که شیر مادر داره هیچ شیر نداره. پس سرزمین ما بسیار تاکید میکنیم که مادرها را تشویق بکنیم که به خاطر صحتمندی خودشان و صحتمندی نوزادشان با شیر خود طفلای خود را تغذیه بکنند. و مسلم است که قسمی که شما هم گفتین بعضی از مادرها تجربهشان ندارن، مخصوصا مادرای اولباری که تجربه اولشان است و شیردهی را یاد ندارن، اینا ضرورت دارن به یک کلان فامیل یا به یک کارمند صحی که اینا را طریقه درست شیردهی را یاد بده. اگر طریقه درست شیردهی را اینا یاد نداشته باشند به تکلیف میشن، آهسته آهسته دلشان سیاه میشه از شیر دادن و میرن به طرف شیرهای پودری. وقتی که شیر پودری را یک دفعه به نوزاد خود خوراندن و نوزادم که میخواد که با آسانی شیر دادنش بیاد، چون سوراخ‌های سر چوشک کلان کلان است و از او با آسانی شیر میآید و شیر مادر مجبور است که کش بکنه و زامت بکشه و او آسان خوش داره که آسان به دانش بیاد و دانش برشه. پس و طعم شیر پودری را هم قسم ساختن، طعم و بویشه که یک دفعه اگر شیر پودری را خورد با شیر مادر را نمیگیره دیگه. اینمی است که شیر مادر میمانه و میاره روی به طرف شیر پودری و تشویق میشه و آموخته میشه با شیر پودری و بعد از او که هر چی کوشش بکنن شیر مادر را نمیگیره و اونو مو شیر پودری میشه و مادرش. و میفهمیم که شیر پودری چقدر مشکلات خود داره، یکی که چوشک پاک باشه نباشه، او جوش باشه نباشه، سرپوش چوشک پاک باشه نباشه. این میفهمیم که مسلم است که پاک به هیچ صورت به او رقم مقامه که شیر مادر است به او رقم شیر و چوشک و سرپوشش و یارا نگاه کرده نمیتونن و به مو غلظت معین که باید چقدر شیر پودری بفته چقدر اوجوش برتن به این غلظت هم درست استاندارد جور کرده نمیشه و هر نیم ساعت بعد که شیر میمونه در مبین چوشک او رو باید چپه بکنن از سر شیر جور بکنن و این چقدر غیر اقتصادی است. خود شیر پودری خریدنش، چوشک خریدنش که اصل باشه و هر شیر باید نیم ساعت در چوشک نمانه، او رو باید او سپردن و دیگه شیر جور بکنن، چقدر غیر اقتصادی است. پس شیر مادر اگر که ما بسنجیم یک غذای مکمل است، آسان است، ارزان است، محبت داره، یک واکسین است، یک دواست و مادر از خونریزی های بعد از ولادت از مرگ نجات میده، از سرطان های سینه نجاتشان میده، از سرطان های تخمدان نجاتشان میده، چاقیشان از بین میبرد، وزن که در جریان حاملگی گرفتن و چاقیشان خلاص میکنه، وزنشان کم میکنه و یک روش ایجاد وقفه بین ولادت هاست. اگر یک مادر منظمن به طفل خود شیر خود میده، مانع
پخته شدن تخمه میشه و حمل نمیگیره. پس ببینیم که چقدر فایده ها داره. فایده و شیر پودری در پالی ازی که فایده نداره نقصان داره دیگه، از نظر اقتصادی چقدر نقصشان میشه، تاوانشان میشه، از نظر آرامی که در نیم شب بخیزن و شیر جور بکنن چقدر سخت است، و از نظر از اینکه چقدر میکروبا داخل وجود طفلشان میشه چقدر ضرر داره. پس اینا فهمیدن که با شیر خود اگر طفل خود تغذیه بکنن اینقدر مفادا به خودشان داره و به نوزادشان چقدر فایده داره که بیشتر گفتم که یک واکسین است. واکسین هست که در مقابل اکثریت امراض اینا را طفلشان نگاه میکنه، از امراض مختلف وزن متناسب میگیرن، وزن زیاد زیاد نمیگیرن، مثل که با شیر پودری اینا وزن میگیرن طفلکشان و خوشم میشن که برو اگه شیر مرا نمیخوره شیر پودری نمیخوره. بله، این خیلی چاق خوشد صحتمند خواست، در حالی که او یک چاقی کاذب است، یک صحتمندی کاذب نشانشان میده. و همچنان محبت از شیر مادر که میگیره، از شیر قوطی چطور محبت بگیره، با او احساس که مادر به طفل خود شیر میده قوطی از کجا کنه او احساسه. و همچنان ذهنشان روحشان از نظر فیزیکی بسیار خوب نشونما میکنه، با پختگی تمام سیستمای بدن رول خود میداشته باشه. و همچنان مو اهداف را که مادر میداشته باشه با طفل خود یا نوزاد میداشته باشه با او اهداف خود خوبتر و زودتر میرسه. اینی مفادار شیر مادر داره در حالی که شیر پودری نداره. دکتر صاحب تا چی وقت باید مو طفلشان که طفل دار میشن شیر بتن؟ بعض خانم ها هستن وقتی که طفلای شیر داشتن میداشته باشن میگن یک شیر پودری بتن بهتر از بخاطر اینکه من راحت شم، من بتونم نفس راحت بکشم، یک طفل شیر میتونه که دیگه باید شیر پودری باشه. تا چی وقت باید شیر از خود مادر داده شه به طفل؟ قسمی که پیشتر گفتم اگر با شیر خود طفلک خود تغذیه میکنن از حمل های پشت در پشت یا شیر در شیر هم جلوگیری میشه. خودش یک روش است که ایجاد وقفه میکنه بین ولادت ها، و تا 6 ماه اول بعد از ولادت فقط و فقط با شیر خود طفل خود تغذیه بکنه. بعد از او به خاطر که شیر خودشان بس نمیشه بر طفلشان، میتونن که غذاهای متممه شروع بکنن، مثل کاسلسک بکنن، از غذاهای بسیار نرم و نیمه جامد و بسیار کم و به دفعات اول کم شروع بکنن، آسته آسته دفعاتش زیاد بکنن دفعات از این غذا را، و بعد از او میشه که آسته آسته قوامش را سخت بکنن که طفل هضم کرده بتونه، چون در 6 ماهگی دندانکام نمیداشته باشن و معدهشان هم اقدر قوی نمیباشه که غذاهای سخت و زیاد هضم بکنن. پس خوبتر است که از غذاهای نیمه جامد و کم شروع بکنن، بعد از او دفعاتش را زیاد بکنن و غذا را آهسته آهسته میتونن که سخت بکنن تا که غذاهای نرمال مثل کلانا وار استفاده بکنن. اما تا 2 ساله شیر خودم قطع نباید بکنن. باید شیر بله تا 2 سالگی حتما شیر برشان باید بدن. بله، بعض از بانوان از دکتر سایی و میتونشان که 1 ساله یا 6 ماه شد از شیر جدایشان میکنه، میگه بس شد دیگه زیاد شیر خورد، حالا باید با شیر پودری عادت بکنه. بعض وقتا میشه که من بیرون رو برایم و نهی باشم در خانه، خوب است که شیر پودری استفاده کنه. دکتر صاحب شیر خود مادر خیلی مفید است، اینو همه ما میفهمیم. بعض مادرها برشان اما شیر خودشان نمیته به خاطر راحتی خودشان. چیکار برشان باید بکنن دکتر صاحب کم شیر مادر زیاد چه و هم بتونن به طفلشان شیر بدن؟ هر قدر که با شیر خود طفل خود تغذیه بکنن اونم قدر شیرشان زیاد شده میره. ایگه بیخی غلط است که میگن شیر نداریم یا شیر ما بس نمیکنه، ما از مجبوریت شیر پودری میتیم به طفل خود. طفل شیر نمیکنه میگن دکتر؟ بله بله، ایگه بیخی غلط است، به خاطر که یک زن از هر 2 سدی خود در 24 ساعت 7.5 ساعت الا 15 ساعت سی 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 شیر تولید کرده میتونه، که این شیر به 2 تا حتی تا 3 طفل هم کافی میباشه. هر قدر اگه شیر بتن مثل چشمه وار شیرشان زیاد شده میره. هر قدر اگه بگوین که نه شیر ندارم و شیرم نمی آید و با شیر پودری تغذیه بکنن، اونم قدر شیرشان کم شده میره. از نظر روانی هم تاثیرات خود می داشته باشه. پس هر قدر اگه اینا مواد مایات زیاد بخورن، ترکاری بخورن، میوه زیاد بخورن، شیرشان زیاد میشه. و در وقت شیردهی
اینا یک احساس تشنگی عجیب و غریب برای نامه. پیش از اینکه اینا طفل خدا پرتن بشیر، پیش از او یک گلاس مایات چی شیر باشه، چای شیرین باشه یا او باشه، پیش روی خود بانن. وقتی که طفل خدا شروع میکنن به شیردهی، اینا هم از مایات استفاده بکنن. پس اینمی مواد غذایی است که شیرشان زیاد کده میره. هر قدر که شیرشان زیاد شوه به طفل خود بتن، هیچ ضرورت پیدا نمیشه که شیر خشک بتن. پس اونموز که مادر تشویق میشه که نه شیر داره دیگه، هر قدر که طفلک شیر میخوره و پمپر خود تر میکنه، مادر مطمئن میشه که خیلی سیر کرد، که پس ادرار کرد یا مواد غایطه کرد. اینمی مادر اطمینان میده که طفلکش سیر کرده و شیر بسش است. بله. مادرای که نه طفل دار میشن، دکتر صاحب سی روزه یا چهار روزه میشه چند دقیقه با شیر بتن، طفل نمیفهمه. یعنی طفل که گریان کرد میگن باش که شیر بت مدمن گشنه است. یکی تای مشخص هم داره دکتر صاحب به خاطر طفل شیر دادن یا خیر؟ اصلا وقتی که طفل گریان میکنه یک مشکل داره، یا ای که گشنه است، یا ای که کدام مشکل ترک داره خدا، یا که به تکلیف است. منتها علائم گشنگی که طفلک شیر میخواه ای است که امی که بیدار میشه دو سه طرف خدا سیل میکنه. این امی علامه عزیز که شیر میخواه. اگر بازم مادر نفهمید، دان خدا به یک طرف و دیگر طرف واز میکنه، مثلا دست خدا دادن به کومیش بانه، امی طرف روی خدا دار میده و دان خدا واز میکنه، خیال شیر میکنه و بعد از این دان خدا چپ چپ میکنه که گشنه استم دیگه شیر بدین. اگه بازم مادر نفهمید، باز چیغ میزنه و گریان میکنه که اینی علائم هست که گشنگی طفلک نشان میده که مادر با تجربه حتما میفهمه که طفلکش گشنه شده و با شیر خود باید تغذیهش بکنه. بس خب دوستا سه بعض از مادرها هست نو طفل دار بشن، همون طریقه شیر دادن هم به طفلاشون نمیفهمن. بس بعد رقم طفل شیر میدن، بعض وقتا میشه که مو طفلک تا نفس کشیده نمیتونه به خاطر شیر دی. بله. بهترین طریقه کدام طریقه از دکتر سرکو بتونن طفلشون خیلی راحت شیر بتن؟ اول خود جایی که میشینن که طفل خود شیر بتن باید از نظر سر و صدا بیخی آرام باشه، مادر از نظر روانی آرام باشه و اوش و گوشش طرف طفلش باشه. فکرش نارام نباشه، نارام دیگه اولادان، نارام تلویزیون، نارام تلفن، نارام دیگه کارا که کارای مانده، یا ای که با یک دست خود طفل خدا گرفته و شیر میده با دست دیگه خود یک کار خدا میکنه. فقط آرام باشه، طرف طفل خود سیل بکنه، ناز بده طفل خدا. و یکی تماس خوب است برای نوزاد، یکی وضعیت خوب است که طفلک بیخی باید رویش به طرف مادر باشه، یعنی شکم نوزاد به طرف شکم مادر دور دادگی باشه، سر طفل در سر آرنج مادر باشه و سرینش در سر قف دست مادر باشه و یک کمک بلندتر قرار بده به خاطر که طفل خوب شیردهی را آغاز بکنه. این شد وضعیت خوب و تماس خوب. ای است که دهن طفل بیخی واز واز باشه و با سیدی مادر، نوک سیدی که قسمت برامدگیگه است، او کاملا به کام نوزاد چسبیدگی باشه و در قسمت برامدگی در اطرافش یک حاله یا حلقه نسواری است. قسمت زیاد حلقه نسواری هم باید به دهن طفل باشه، یعنی نوک سیدیه به کام طفل چسبیدگی باشه و لب بالای طفل به طرف بالا قاد باشه، لب پایان به طرف پایان قاد باشه. و وقتی که مادر سیدیه را به داخل دهن طفل میکنه، نوک بینی و نوک زنخ باید الا باشه، یعنی سوراخ‌های بینی طفل باید بند نباشه، بر نفس کشیدن جای داشته باشه. فقط نوک سینه به زنخ و در نوک بینی چسبیده باشه، اما سوراخ ها باید بند نباشه، سوراخ های بینی. و وقت زیاد عادت داره مادرها وقتی که سیدی خدا به دهن طفل خود میدن، دست خدا کلکای خدا به شکل سیگرت و یا به شکل قیچی میگیرن که بیخی شکل غلط است، به شکل حرف سی باید بگیرن که انگشت شست بالای سیدی و چهار انگشت به طرف پایان سیدی باید قرار داشته باشه و از طرف بالا به طرف پایان فشار بدن تا شیر خوب جریان پیدا کنه و طفل سیر بکنه. و وقتی که طفل شیرام کش میکنه، باید کومه هایش از کومه هایش مطمئن باشه که طرف داخل چقر میشه، نه ای که صدای چپ چپ لبا را بشنوه، او سیستم غلط شیردهی است. اما اگه کومه ها چقر میره و
صدای قرد کردن شیر از گلون طفل میشنوه، اون وقت مادر مطمئن شوه که صحیح شیردهی میکنه. بله. اما از لبا اگه صدا میشنه، اون سیستم غلط شیردهی است که باز سیدیه هایشان حتی خون میشه، سیدیه هایشان درد میگیره. بسیاری مادرها هست میاین که پیرانایشان که تخون شده میباشه، او خودشان سیستم صحیح شیردهی را یاد ندارن. اگه درست شیردهی بکنن هیچ وقت یا به تکلیف نمیشن و طفلشان هم خوب سیر میشه. بله دکتر صاحب، طفلکایی که سر صدا میکنن یعنی که درست شیر خورده نمیتونن. دکتر صاحب، بعضی از دختر خانمایی که تازه طفل دار میشن هم او شیردهی به طفلشان داده نمیتونن شیر بتن، باز ناراحت میشن میگن این شیر مرا نمیگیره، باید بازی یا چوشک بگیرین یا که یه یک رقم کنین که من نمیتونم بازی شیر بتم. اونا چیکار باید بکنن دکتر صاحب که تازه طفل دار میشن نمیتونن شیر درست بر طفلشان بتن؟ طریقه درست شیردهی را برشان فهماندم. بله. و طریقه ای که درست اوش گوش خود به طرف طفل خود بگیرن و متوجه دیگه فعالیت های زندگی خود نشون، اینا تجربه بکنن. یک دفعه ببینن طفل خود خوب به ناز طفل خود شیردهی بکنن و به سرش دست بکشن و هوش گوششان طرف طفلشان باشه، شیردهی بکنن ببینن که چقدر طفلشان با آرامی شیر میخوره. و یک دفعه هم تجربه بکنن ببینن که سر صدا بکنن، کت دیگه گپ بزنن، اوش خود طرف تلویزیون و موبایل بگیرن یا یک کار دیگه خودم بکنن، ببینن که طفل چقدر نارام است. اون وقت است که طفل جیل میکنن، میگه طفلم جیل کردن، پیش ملا ببرش، شویست دم که برش دم کنین، در سیاخانه بردینش، اینه تو گپا میزنن، در حالی که او طفل فقط توجه مادر خود میخواه. او نه ملا میخواه، نه شویست میخواه، نه تاویز میخواه، توجه و ناز بازار مادر خود میخواه. اگه مادر به او به توجه شیر بده هیچ گپ هم نیست، نه جیل کده نه دیگه. اما اگه مادر فکر خود برش نمیگیره، او جیل میکنه و میره گپش به گپا و به ملاها و به تاویز و به شیر خشک و شیر پودری میرسه، میگه شو قدم نمیت. بله دکتر صاحب، بعضی از مادرها که شیر میتن باز یک نفر دیگه باید باشه که طفل برش بگیره تا که او مادر درست شیر بده. میگه من نمیتونم مثلا طفل دادستم درست بگیرم تا که او شیر بخوره، اما طفلکم درست شیر خوردن نمیتونه. برای خانمای اول باری ما هم پیشنهاد میکنیم که کلانای فامیل یا در شفاخانه اگه هستن کارمندای صحی کمکشان بکنه تا شیردهی درسته هم یادشان بده و هم کمکشان بکنه، چون یا ولادت کردن به تکلیف هستن یا ای که عملیات شدن به تکلیف هستن، درست شیر خود به موضعیت درست و تماس درست داده نمیتونن. دوایل کمک کار دارن تا که مادر یاد بگیره که چطور طفل خود تغذیه بکنه، بعد از او یاد میگیره هیچ به کمک هم پسانا ضرورت نمی داشته باشه و پسانا بازی نمی مادر و مادرای بی تجربه دیگه بازی یاد خواهد داد. بله کمک میکنه. بسیار تشکر دکتر صاحب، شما دل لطف کردین پیام یو گفتن اگر باقی مانده باشه. فقط پیام ما اینمی است که ما بسیار تاکید میکنیم روی شیردهی که طفل خود با شیر خود تغذیه بکنیم، به خاطر که فایده هایش به نهایت زیاد است. بله و در پالی از اجر دنیا و آخرت داره، هم صحت است و هم اقتصاد است و هم اجر دنیا و آخرت و در این خوشی خداوند هم نهفته. پس کوشش بکنن که با شیر خود طفلک خود تغذیه بکنن. شد تشکر دکتر صاحب، ممنون شان. ممنون همراهی شما خوبانم، آرزو میکنم بحثی که داشتیم مورد سنتان قرار گرفته باشه. او در زانه که طفل دار هستن نمیدانستن که چیگونه طفلشان رو شیر بتن و پیام های بسیار خوب داره دکتر صاحب. آرزو من هستم شما هم برتان مفید تموم شده باشن، مواظب طفلک هایتان باشین و شیر خودتان برشان بتین که اونا هم تغذیه درست شوه و که شما کوشش میکنین که شیر خوش برشان بتین. به خاطر راحتی خودتون این کارو نکنین، اجازه بدین که طفلکاتون هم درست تغذیه شوه و ای که وقتی که بزرگ میشه صحت و سلامت بزرگ شوه. ممنون همراهیتون، حالا هم وقفه داریم پس وقفه هم ما رو همراه باشید.